سلام به شما بینندگان عزیز در سراسر جهان. در این قسمت برنامه میزبان چهره سرشناس رسانه‌ای، برنامه ساز رادیو تلویزیون، ترانه سرا، نویسنده و شاعر آقای علیرضا میبودی هستم که گفتگوی من با جناب میبودی از طریق اسکایپ انجام میگه. جناب میبودی، ضمن تشکر بسیار ممنونم که دعوت منو قبول فرمودید. تشکر میکنم، درود بر شما، مجدداً سال نو رو تبریک میگم و تهنیت خجسته باد به شما، همه همکاران شما در تلویزیون آیتیه. بسیار در خدمت. مرسی جناب میبودی عزیز. همزمان با تشدید فشارهای مقامات انتظامی و دادسرا برای اجرای حجاب اجباری در سطح جامعه و واکنش‌های متعددی از سوی جامعه شناسان و شخصیت‌های حقوقی و دادگستری مطرح شده، به طوری که آقای عباس عبدی روزنامه نگار اشاره کرده که در نظرسنجی معتبر که از سوی پژوهشگاه وزارت ارشاد درباره حجاب انجام گرفته و در دسترس مردم قرار داده، به نکات جالبی اشاره کرده، از جمله آنکه در برابر پرسش این که در آینده بی حجابی بیشتر خواهد شد، 52% گزینه بلی را انتخاب کردن و 21% گزینه خیر و 27% هم پاسخ نمیدانم را دادن. من میخواستم ببینم، البته آقای عبدالکریم که مدرس فلسفه هم هستن، آقای بیژن عبدالکریمی در ایران، ضمن انتقاد از نحوه عملکرد روحانیت شیعه در ایران گفت که این نهاد دینی و نیروهای انتظامی میخواهند یک سطل ماست با سوژه مدرن مقابله کنند. نظرتون جناب میبودی در ارتباط با این رویدادها و این تصمیم مقامات انتظامی و امنیتی و دادسرا و همچنین دیدگاه های آقای عبدی و آقای عبدالکریم مدرس چیه جناب میبودی؟ بله آقای سفران، یه اتفاقی تو این تاریخ 1400 ساله افتاده که بی‌سابقه است. در هیچ کشور اسلامی چنین حادثه ای رخ نداده، رویداد بی همتا که بازیگرانش، طراحانش دختران و زنان ما هستند در ایران و یه اتفاق تاریخیه. تا به حال در این 40 سال جمهوری اسلامی مدعی بوده در نزد محافل جهانی که حجاب گزینه خود خانم های ایرانه، اینا خودشون میخوان حجاب رعایت بکنن. چون اغلب وقتی اعتراض میشد میگفتن این یک رسم، یک سنته که خود ایرانی ها طرفدارشن، حتی با همین توجیه و همین استدلال و همین حجت کاری کرده بودن که وقتی سیاستمداران زن سوئدی بکنن از یک کشور متمدن دنیا به ایران می اومدن، رازه سوسیالیست هم بودن، مترقی هم بودن، اونا به خاطر حفظ سنت مورد احترام زنان ایران حجاب رو رعایت میکرد. این در هم شکست، یعنی زنان و دختران رو از این خط قرمز رد شدن، به این افسانه پایان، افسانه ولی فقیه و دار دسته او بود، به این افسانه پایان دادن. دختران ما یک کار تاریخی کردن، در یک رفراندوم نمایشی بزرگ سراسری اثبات کردن که بیزارن از حجاب و حاضر نیستن که این سرگیری‌ها در امر حجاب رو رعایت بکنن هرگز. امروز صحبت می‌کردم با یک کارگردان زن، کارهای درخشانی انجام داده، احضارش کرده بودن، باید چیزی رو امضا میکرد، تعهدی میسپرده، میگه من به شما چه تعهدی باید بدم؟ میگم باید تعهد میدی که مثلا حجاب رعایت، یکیش حجاب بوده، رعایت شؤون. میگه ببینید من چیزی رو امضا نمی کنم، من کاری نکردم و تعهدی هم به شما نمیدم، ولی حاضرم دست میگیره جلو، حاضرم برم زندان با افتخار، ولی وقتی اومدم از زندان بیرون میخواد چه کنید؟ من دیگه آدم ثابت نیستم، اعتبار تازه‌ای کسب کردم. ببینید کار به جایی رسیده که زندان رفتن جز افتخارات
یک شهروند ایرانی است. در برابر یک حکومت ظالم، بیدادگر، شقی و بربر. یک واژه‌ای از توی ادبیات در زبان فارسی واقعا وقتی آدم فکر میکنه میبینه با این واژه هم نمیشه این حکومت رو وصف کرد. این وقت تقدیم شده به حکومتی که باید براش واژه های تازه اختراع کرد. بگید ستمگره، نمیخوره به این همه بیداد. واژه ستمگری همخوانی همسانی نداره، باید دنبال واژه جدید گشت. در چه اون چی که مهمه و مورد نظر شماست و به نظرم حائز اهمیت در تاریخ ملت‌های مسلمان دنیا، در تاریخ ملت‌های مسلمان، چه زنان ایران و دختران ما در یک رفراندوم بزرگ با حضور خودشون و حضور شجاعانه و متحورانه خودشون شرکت کردن، به حجاب رأی کبود دادند. به حجاب رأی کبود. خانم صدیقه وسخمی استاد دانشگاه است، اسلام شناسه، سواد اسلامیون بهها برابر بیشتر از شخص علی خامنه‌ای است، چون به دانشگاه رفته درجه دکترا گرفته در رشته فقه، حوزه نرفته تا کتاب بخونه حجت الاسلام یا آیت الله بشه. او همین امروز در تهران در یک در مناسب شب قدر خطاب به علی خامنه‌ای، قبلا یه نامه نوشته بود از 15 فروردین که علی خامنه‌ای اعلام کرد که بی‌حجابی هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. البته حرام سیاسی دیگه چه صیغه‌ایه، ولی به هر حال حرام سیاسی رو ایشون اضافه کرد، چون ایشون دم دهنش بیاد میگه حرام سیاسی رو اضافه کرد. جالبه میگه آقای خانم وسخمی اسلام شناس میگه در تمام قرآن به من نشون بده شما، از تمام قرآن که جای آمده باشه که در مورد حجاب و الزامش صراحتی وجود داشته باشه. و میگه بدبختی ما از زمانی شروع شد که به یه آدمی در اون بالا گفتیم ولی فقیه و کردیمش رهبر، در نتیجه بقیه رو خفه کردیم. یعنی ایشون شد مرجع تمام تصمیمات و مقامی فراتر از قانون، هر کاری هم که دلش میخواد به اختیار انجام بده، به هر کس هم که دلش خواست بگه شما آتش به اختیاری، برو هر بلایی که میخوای سر شهروندان این مملکت بیان. جناب مهبودی، یک نماینده سابق مجلس آقای محمود صادقی در واکنش به تهدیدات اخیر فرمانده انتظامی علیه مخالفان اشاره کرده که من دو سال قبل در آپارتمان من سرقت شد و در چند زاویه مختلف عرض کنم حضورتون تصویر سارقین مشخص بود و اینو در اختیار مقامات انتظامی قرار دادن. میگن در این رابطه هنوز بعد از دو سال هیچ واکنشی در مورد پیدا کردن سارقان انجام نگرفته. حالا دولت، همین مقامات انتظامی میخوان از دوربین ها استفاده کنن برای اینکه ببینن کی بی حجابی کرده و کی رعایت شونات انجام نداده. جالب اینه که در ارتباط با مسئله کمبود خدمت رو عرض کردم، در ارتباط با سرقتی که از خانه ایشان انجام گرفته، دو سال با توجه به دوربین هایی که سارقین رو ضبط کرده صورتشون رو، هیچ واکنشی انجام نکرده، حالا دارن از دستگاه دوربین ها برای این استفاده میکنن. آیا این تکنیک های روس رو باید بر علیه مردم استفاده کرد یا به نفع مردم باید استفاده کرد؟ بچه ها کاملات معلوم و مشخصی دیگه. این دختران رو کمر این حکومت رو شکستن، کمر احکامش رو شکستن، سنگ روی یخش کردن. اینا تمام افتخارشون به این بود که موفق شدن پرچم خودشون رو سر دختران ما بکنن، پرچم سیاه رو، حجاب رو. و خب دختران زیر بار نرفتن، زنهای ما زیر بار نرفتن، حاضرن از ایناش رو بپردازن. ببینید این یعنی انقلاب، این یعنی انقلاب.
این چیزیست که الان داره در روح و روان عمومی مردم میگرده، این اهمیت داره. یه موقع انقلاب کف خیابانه، یک موقع انقلاب در فکر و ذهن و اندیشه و قلب آدم ها رخ میده. این دیگه نمیتونه جمهوری اسلامی کارش بکنه، دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه سرش رو بالا بگیره به افکار عمومی یا دولت‌های دنیا، قدرت‌های دنیا، مراجع قانون‌گذاری دنیا بگه که ادعا کنه که زنها خودشون میخوان در ایران حجاب داشته باشن. حجاب برابر است با عفاف، حجاب برابر است با نجابت، و بی‌حجابی برابر و مترادف با فحشا، با بی‌حیایی. اینا حرفایی است که آخوندها زدن تو این چند روزه. ببینید چی بلایی دختران ما سر این آوردن. اما اون چی که باز مهمه، که باز خودش نشانه وقوع انقلاب بزرگ غیر قابل برگشته، اینه که مردم چه مذهبی چه غیر مذهبی پشت سر دختران ما ایستادن. تو اداره پست، در مترو، وقتی دخترهای بیجا میخوان وارد بشن، این مردم از اونا دفاع میکنن. جالب، این خانمه های محجبه هستند که وقتی میبینند یک فاطمه کماندو، یکی از این به اصطلاح پستانداران مقام ولایت که تو خیابون ها راها کردن اینا رو مثل سگ هار برای شکار دختران ما، وقتی میبینند حجمه اونها رو، میان جلو میگن آخه این چه نوع مسلمانیست؟ چی این اسلام رو یاد تو داده؟ این چه نوع امر به معروفه؟ ببینیم اینو جمهوری اسلامی میخواد چه کار کنه. تازه امروز باز اعلام شد که روز به روز داره بر شمار مراجع مذهبی و حوزه و شخصیت های در حوزه ها داره اضافه میشه که علیه ولی فقیه علیه شخص رهبر جمهوری اسلامی، که اون رو مقصر میدونن تو تمام، میگن این دستور سریع اوست، سرکوب زنان یا آتش به اختیار کردن ماموران و ماموران و اجامر خودش رو، آدم های کرایه‌ای خودش رو که میبینید تو خیابون برای آزار و ایذای دختران ما یا برای انجام ترور شیمیایی در مدارس. دوباره امروز در 7 شهر عملیات ترور شیمیایی انجام دادن. باز دختران آمدن جلو مدارس و شروع کردن علیه ولی فقیه شعار دادن، علیه شخص خامنه‌ای. یعنی شما یه ترس ریخته، اصلا دخترای ما دارن خودشون تبدیل به ترس میشن، اینقدر به ترس نزدیک شده که حالا تمام خواص ترس رو پیدا کردن. حکومت باید از اونها بترسه. دختران یک سرزمین تبدیل به ترس و دهشت شدن. این انقلابه و اینو متاسفانه مراجع امروز، کسانی که امروز در رأس کارن، نمیفهمن، به خاطری که قدرت درکش رو ندارن، نمیدونه در چه سراشیبی ایستادن. امروز بسیاری از روحانیون در ایران شخص علی خامنه ای و حکومت جمهوری اسلامی رو متهم میکنن که داره بساط شیعه رو جمع میکنه، میگن این داره بیخ تشیع رو میکشه از زیر زمین و داره منهدم میکنه بساط تشیع در ایران رو. یعنی الان این اتهام مذهبی متوجه رهبران جمهوری اسلامی است که به جایی که دل مردم رو به دست بیارن یا تلاش بکنن این همه اصرار بر مبارزه با زنان بی‌حجاب، این رو بگذارن، اصرار بکنن بر بهبود وضع مردم، بر ترمیم مشکلات اقتصادی، بر این بحران فجیعی که مملکت رو گرفته، گرانی و بدبختی و درماندگی و هزار درد بی‌درمان دیگه. نظر یکی از همین آقایون، فکر کنم آقای مهدی نصیری است، مهدی نصیری خود یه ژورنالیست تندروه، سردبیر پیشین روزنامه کیهان بود، کیهان انقلاب اسلامی، یعنی که از نظریه پردازان انقلاب اسلامی است. حرفش اینه که شما به خاطر یک دستمان دارید قیصریه رو آتیش میزنید. آقا بپردازیم به این مشکلات و مسائل مملکت، بید مشکلات مردم رو حل بکنید. امروز کارگر، تازه کارگری که صاحب کاره، کار داره، در حقوق میگیره، حقوقی که در ماه میگیره کفاف 4 روز زندگی شده،
26 روز بدون رقوبات سر کنه، چون رقوبات میکشه. و توی چنین مملکتی با این همه بحران و این همه گرفتاری، حکومت چسبیده به حجاب چون وسیله دیگری نداره، میخواد از طریق حجاب سرپوش بگذاره روی این همه مصیبت و بحرانی که مملکت رو فرا گرفته. آقای سپهرمند، حکومت جمهوری اسلامی 4 دلار یارا نمیده به مردم ایران. 4 دلار به غزه، به اهالی غزه 100 تا 400 دلار یارا نمیده. مرسی جناب میبودی. عرض کنم حضورتون در مورد نقش مردان در این رابطه یه اشاره بسیار زیبایی رو کردید. جناب میبودی اشاره کردید که بعضی از این خانم‌های محجبه، فاطمه کماندو فرمودید، گیر میدن به خانم‌هایی که حجاب رعایت نکردن یا حجابشون شل هستش. می‌بینیم در این یا در مترو یا در اتوبوس و یا در جاهای دیگه میبینیم که بعضی از آقایون ساکتن، ولی در ارتباط با همون آقایی که ماست و بر سر خانوم، دوتا خانوم ریخت، دیدیم که آقایون اونجا واکنش خودشونو دادن. ولی معمولا آقایون در این رابطه هایی که محجبه ها دخالت میکنن، به قول فرمای شما فاند و کمانت ها، ساکتن. چه ایده ای در این رابطه دارین؟ چه صحبتی دارین در مورد این ساکت بودن این آقایون؟ البته اشاره فرمودید که آقایون در ارتباط با همین نهضت و انقلابی که در ایران صورت گرفت، پشتوانه بسیار بسیار محکمی برای خانوم ها بودن، ولی در این رابطه ها در فضای مجازی دیده شده که سکوت رو بیشتر انتخاب میکنن تا پشتیبانی از این خانوم ها. این تصویرهایی که الان داره میاد، مثلا از مراسم چهارشنبه سوری یا ایام نوروز یا حضور دختر خانم ها در رستوران ها، در بازارهای سنتی، این خیلی مهمه، توی شهرهای کوچک، فکر کنید در برابر بازار وکیل شیراز، بغل مسجد کریم خانی، دختر خانمی میرقصه، مردم رو دوره کردن، کف میزنن، تحسینش میکنن و بزن و بکوب به راه انداختن. اصناف هم دارن لذت میبرن از این صحنه. اینا اصناف سنتی هستن، کسبه بازارن، به طور سنتی حامیان اصلی همه جنبش ها و نهضت های اسلامی و شیعی در ایران. اینا وادادن، اینا امروز هوادار دختر خانم هایی هستن که وقتی بی حجاب وارد بازار میشن تشویقشون میکنن. کسبه میان چرا برای اینا دست میزنن، خوش آمد میگن. اینا انقلاب آقای سپهرمند. ببینید اگه هنوز هم یه گروه هایی هستن، حالا روی ملاحظه است، روی هرچه، روی ترسه، به تدریج خود انقلاب اونا رو ادب میکنه. یعنی کاری میکنه که اونا خودشون رو همپا کنن با مردم. این قاعده تاریخ. مطمئن باشید روز به روز بر هواداران این جنبش انقلابی اضافه میشه، روز به روز بر حامیان دختر خانم های ما در سطح کشور اضافه میشه، که شده حتی در بین مذهبیون. این خیلی مهمه، یعنی متوجه شدن که مشکل در کجاست. از خودشون هم میپرسن، میگن آقا این همه فساد توی این مملکت وجود داره، رانتخاری، دزدی، غارتگری، هیچ کدام رو آقای خامنه‌ای نگفت حرام شرعی و حرام سیاسی، ولی یک باره تو این فاصله چندین نوبت فرمان و حکم صادر کرده علیه بی حجاب ها و تحریک کرده آتش به اختیارها رو. یعنی یه باش عجامه رو اوباشی که همه ما با اونا آشنایی داریم و میدونیم، نمونهش رو دیدید، همون که اشاره کردید، همون که ماست بر سر دختر خانم ما خالی کرد، یعنی ماست هم شده یکی از جنگ افزارهای دو دست این عجامه رو اوباشی، یا با چاقو هستن، یا با پنجه بکسن، یا با زنجیرن، یا با باتومن، یا با کلاخودن.
یا با جلیقه ضد گلوله اصلا، یا موتورسیکلت هم، یعنی انواع و اقسام وسیله رو بهشون دادن برای اینکه مردم رو آزار بدن، امنیت رو از مردم بگیرن. دستگاهی که باید خودش سازنده و مولد امنیت باشه تبدیل شده به دستگاهی برای بازتولید دائمی ناامنی. بازتولید دائمی ناامنی، یعنی ما الان با یک مملکتی طرفیم که دوچار ناامنی های بیوقف است. به هر کس که نگاه کنید احساس ناامنی میکنه. درست. کسی در خانه دختر بچه‌ای داره که دختر بچه‌اش به مدرسه میره احساس ناامنی میکنه، یعنی نگرانه که دخترش بره مدرسه و فرستادگان ولی فقیه او رو ترور شیمیایی بکنن یا گاز شیمیایی رو ها بکنن توی مدرسه. یا اون کسی که نمیدونم یه جوان تو خونه داره نگرانه که بچهش بری بیرون بگیرنش یه بلای سرش بیارن. همه احساس ناامنی میکنن. به همین علتی که خروج از کشور و مهاجرت این همه شتاب پیدا کرد. دولت ترکیه برای اینکه بسترسازی فرهنگی بکنه و جوانهایی که قبلا ترکیه محل ترانزیت بوده، جغرافی های ترانزیت، جوان ایرانی خودش برسونه به ترکیه، از اونجا بیاد بره به کشورهای دیگه، میگه کجا عزیز دلم آمدی اینجا قدمت روی چشم همینجا بمون. دارن بسترسازی چی میکنن؟ سریال میسازن. اسم من فرح. فرح کیه؟ دمنت یکی از معروفترین هنرمندهای پولسازترین هنرمندهای ترکیه، نقش دختر ایرانی رو بازی میکنه به عنوان پناهجو اومده. این دختر نظافت چیه؟ نظافت چی؟ ولی شغل واقعیش چیه؟ جراحه. دختر زیبایی که جراحه و تصادفا در تله مافیا میفته، به تله مافیا متوجه میشه که این جراحه. این یعنی چنین بسترسازی؟ بسترسازی فرهنگی به مردم ترکیه بگه این پناهجویی که آمده تو این مملکت شما داره نظافت میکنه، تو مملکت خودش پزشک بوده، جراح بوده، وکیل بوده، تحصیل کرده بوده، متوجه شده که چقدر این ثروت انسانی ارزش و اهمیت داره. میگه میاد به ترکیه، بسیار خوب، ترکیه رو کرده ایستگاه اول، ولی میگه همینجا بمونید ما بهتون پناه. یعنی رفتن از طریق سریال سازی سعی میکنن که هم یه فضای امن ایجاد بکنن برای پناهجوی ایرانی که تعدادش روز به روز داره بیشتر میشه. هر کدام هم که میان بیرون تحصیلات عالیه داره، یا فوق لیسانس داره، یا درجه دکترا داره، یا نابغه است، یا در کار خودش بی نظیره. و هر کدام هم که میبینید به زبان خارجی تسلط داره، یک دو زبانه و زبان انگلیسی رو با لهجه انگلیسی و لهجه آمریکایی حرف میزنه. و جالبه که در ایران یاد گرفتن. یعنی خودشون رو آماده کردن برای ورود به آینده. خب یک کشوری مثل ترکیه چنین ثروتی رو از دست میده، هم پول ایران رو داره میکشونه، هم مغزهای ایران رو داره میاره به سمت ترکیه و میگه دیگه لازم نیست برید این بر اون وقت، همینجا ببین. آقای میبودی تشکر. عرض کنم حضورتون که بلوغ اجتماعی دهه 80 سرعت گرفته. میگویند قبل از اینکه فلسفه بخوانند خودشان فیلسوفند و گاه با ضدیت به سنت برمیخیزند. بعد از اعتراضات خیابانی در ایران توجه بسیاری از گروه های داخل کشور و خارج از کشور جلب توجه به این گروهی که نام زد رو به خودشون اختصاص دادن. دیگر نوع موسیقی مورد پسند و نحوه لباس پوشیدن آنها نبود که نمادی از دهه 80 ها باشد. جسارت، توجه به فضای سیاسی و اجتماعی، اعتراض به وضع موجود شاخص هایی بودند که نظرها رو همونطور که خدمتتون عرض کردم به این طبقه جلب کردن. شما فکر میکنید آینده ایران در
با توجه به این طبقه چه خواهد بود؟ چگونه گردش کار خواهد داشت؟ عالی، درخشان. نداریم همچین نسلی در دنیا ما نداریم. همین دهه 80 هایی که شما اشاره میکنید به خاطر این که با یکی از شنیترین، بدخیمترین، زشترین، شنیترین، ستمگرترین نظام های بی همتای تاریخ در جنگ بوده، در جنگ روحی، روانی، فکری، فرهنگی و از همه مهمتر از طریق شبکه های اجتماعی دنیا رو شناختیم و میدونیم در دنیا چه خبر و مقایسه میکنه. یعنی فولاد آب دیده شده، به بی ترسی رسیده که اشاره کردم همین چند مدت. ببینید جنگی که این دخترهای دهه 80 با حکومت و اجاملش به راه انداختن، جنگ گلادیاتوریه. اینا شبیه گلادیاتور هم. گلادیوس یعنی شمشیر. گلادیاتور یعنی کسی که شمشیر زنه. اینا با چی دارن تازیانه میزنند؟ با چی؟ اینا اسرایی هستن بعد از 1400 سال در یک زندان کهنسال قیام کردن. علی حکومت جبار که بین اونها و مردها تبعیض قائل میشه، اونها رو شهروند درجه یک نمیشناسه، به اونها به شکل اسباب بازی و مستخدم نگاه میکنه. به نام کنیز در کتاب مذهبی هم آمده، زن در حد یک کنیز. اینا تمام احکام شکستن، تمام خطوط عبور کردن، گلادیاتوروار آمدن به میدان. دارید میبینید دارن چه میکنن. تصور نمیکنم گلادیاتورهای رومی هم به شهامت و تحبار اینها بودن، چون اینا هیچ باکی از کشتن ندارن، باکی از کشتن ندارن. اون گلادیاتور با یه خرس وحشی میجنگی، یا با یه شیر، یا با پلنگ، یا با یه گلادیاتوری مثل خودش، یا اسیر بیچاره بینوای دیگری، هر دو از جان گذشته. اینا با صدها گلادیاتور در روز باید بجنگن، با صدها حیوان وحشی باید بجنگن و جنگیدن. معلومه که دیگه حکومت از پس اینا بر نمیاد. این تلاش ها مذبوحانه است. انقلاب آقای سپهرمن انقلاب جردونه های عظیمی داره که در حال گردشن، هر چی که در برابرشون باشه له میکنن و پیش میرن. کسی نمیتونه در برابرش استقامت پایداری بود. ببینید هرگز حکومت ممکنه بود تصور بکنه که با احکام سخت گیرانه میتونه جلو این چرخ این گردونه رو بگیره، جلو حرکت این گردونه رو بگیره. ولی به نظر من این خیال خامه، امکان عقلی نداره. در کجای دنیا گردونه انقلاب به راه افتاده و حکومتی موفق شده به زور شمشیر، با سختگیری، با بگیر و ببند، با شکنجه جلوش رو بگیره؟ کار به جایی رسته که شخصیت هایی مثل جعفر پناهی، محمد رسولو، چهرهایی که دنیا اونا رو تحسین میکنه، آدم های برجسته و بزرگ، افتخار میکنن که در زندان بودن، افتخار میکنن که در زندان بمونن. زندانی رو آزاد میکنن، میگه من نمیخوام آزاد باشم، روزی طلب آزادی میکنم که همه با هم از زندان بیرون بیان. اینا یعنی انقلاب، اینا یعنی انقلاب. در نتیجه با این دهه 80 میشه یک دنیای مدرن ساخت. به نظرم یک دموکراسی رو شکل داد که دموکراسی نواقص دموکراسی های موجود دنیا رو نداشته باشه، چون اینا به حد کافی شناختی هم دارن از نظام های سیاسی موجود در جهان. از این بابت همه ما باید خوشحال باشیم. در ما تمام این 400-500 میلیون زن خاورمیانه ای که انسانهای درجه دو به حساب میان باید خوشحال باشن. مطمئن باشید این انقلاب وقتی به ثمر برسه که زنهای ما در رأسشن، روی بقیه خاورمیانه اثر بگذاره، روی سرنوشت 3 میلیارد انسان دیگه اثر بگذاره. 3 میلیارد زنی که تو این دنیا زندگی میکنن و علی خامنه ای به اونها توهین میکنه،
میگه بیهجابی حرام شرعی و حرام سیاسی. یعنی تمام این زنهایی روی کره زمین زندگی میکنن، 3 میلیارد زن بیهجاب، اینا کار حرام دارن انجام میدن. از دید اسلام یعنی سر اینا رو زد، اینا حرام کارن. حرام سیاسی رو هم که اضافه کرد. یعنی عملا توهین، توهین به کل زنان دنیا. جناب میبودی، آخرین پرسشم رو در ارتباط با آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی که از عدم اجماع سر بر سر کاندیداهای خود که برای پیوستن منشور همبستگی خبر دادن، اعلام یه موضع جدید آقای پهلوی در واقع شامگاه دوشنبه 21 فروردین و حدود یک ماه پس از اون صورت گرفت که ایشان به همراه 5 چهره شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی منشور را با عنوان همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران با نام اقتصادی منشور مهسا امضا کردند. ولی ایشون اعلام کردند که تمایل دارند که با دیگر نهادها هم همکاری داشته باشه. آیا این به من از این دید میشه نگاهش کرد که آقای رضا پهلوی یک همکاری خودشون رو فقط با این 5 تن یا 5 نفر محدود نکردن و میخوان گسترده باشه و از اون طرف هم بسیاری از سلطنت طلبها و پادشاه خواهان اعتراض کرده بودن با آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، در ارتباط با این همبستگی که داشتن؟ اشاره میکردن که شما اگر صاحب قدرت و خط مش مشخصی نباشید، چگونه دیگر افراد و مردم دیگر به افکار شما، به ایده های شما بپیوندن؟ روزت کرد کنم، من متاسفم که کار به اینجا کشید، چون بالاخره یه شو بزرگ سیاسی در تورنتو بر صحنه رفت. قیمتش تا اونجایی که من از آقای دکتر موریدی پرسیدم، خزینش چیزی بالای 900 میلیون دلار بوده، 9000 ایرانی در شرکت داشتن. خب شماری مهمانانی که حتی از اروپا آمدن، مثل شهردار فرانکفورت خانم اسکندری، شمار زیادی از محافظه‌کارها، قانونگذارهای کانادا، بسیاری از دولتمردهای کانادا که دعوت شد. یعنی شو با شکوه سیاسی، ولی خروجیش چیه؟ خروجیش صفر بود دیگه. به هر حال اینجا متوجه شد، بعد منشوری هم منتشر کردن. من وقتی نگاه میکنم، اولا خودم بر این عقیده بودم که باید مصلحت اندیشی کرد. اون چی که مهمه اتفاقات در ایران میگذره، ما باید اینجا سعی بکنیم به هر حال حتی این نقیصه ای هم وجود داره اون رو بزرگ نکنیم، سعی کنیم رفعش بکنیم. ما باید لطمه بکنه به نرخ امید مردم در ایران. این نظر من. در چه در پاره از موارد وقتی نواقص رو میدیم سکوت میکردیم، خود منم بارها سکوت کردم. مثلا در مورد منشور، ببینید یه عده‌ای میخوان همبسته بشن. برای چی؟ برای اینکه از مردم ایران حمایت بکنن. قانون همبستگی همبستگیست. تازه قانون همبستگی رو مردم در ایران فریاد زدن کف خیابان، فریاد زدن قانون رو به ما ابلاغ کرد. اون قانون چی بود؟ از 3 کلمه تشکیل شده بود: زن، زندگی، آزادی. آقا زیر این قانون بشین و هم همبسته بشید. منشور چیه نوشتید؟ من یه های اتحاد جماهیر شوروی در ایران ایجاد بکنیم. منشور برای چی؟ من یادم این همه شرط و شروط قائل میشه. من که شما میخواید قدرت رو با خودتون توزیع بکنید. من که هنوز قدرت در دسترسه، من که ایران در دسترس ماست، من که قدرت جمهوری اسلامی رفته. این منشور، منشور توزیع قدرت بود و نقض قرار. قولنامه نمیخواست که کار همبستگی و صدا رسا کردن صدای مردم ایران. یعنی شما قرار میشید بلنگو، اونا فریاد میزنن، شما فریاد اونها رو در بیرون رسا بکنید، با دولت‌های غربی در ارتباط باشید، سعی کنید صندوقی ایجاد بکنید برای کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی،
کارگران بیکار یا کارگرانی که وارد اعتصاب میشن، فرهنگیان ما و و و، این کاری بود که ما اینجا انجام میدادیم. اینا نشستن منشور سیاسی نوشتن. خب نتیجهش معلومه که چی میشه دی. بعد قرار نیست که این شیش نفر در همین قالب در چهاردیواری که بمونن، که قرار این گسترش بده، شیش نفر بشه 60,000 تا، بشه 600,000 تا، بشه 6,000,000، بشه 60,000,000. هر چقدر قدرتش از نظر کمیت بیشتر بشه، خب طبیعی است ما زودتر به مقصد میرسیم. به قاعده کاره در هر انقلابی. مگه شما قراره توی همین 6 نفر باقی بمونید؟ خب معلومه رفتن پیشنهاد گفتن آقا کسان جدیدی هم میخوان بیان، میخوان سوار اتوبوس بشن. اونا گفتن نه، درسته بلیط مجانیه ولی البته باید جواز بهشون بدیم، یعنی باید بشین بررسی بکنیم شایستگیشون رو، اهلیتشون رو، سزاواریشون رو، حقانیتشون رو، علمشون رو. بعد چی هم چی اجازه به شما دارید؟ کی شما رو کرده مبصر که بشین درباره دیگران قضاوت بکنید، نمره به اونها بدید؟ مگر مبارزه در راه آزادی انحصاریه؟ یا مگه فقط یه گروهی تعلق داره؟ اونا باید بشینن درباره ادامه مبارزه، اونا وسیله افراد دیگری تصمیم بگیرن. اینه که به نظرم درک غلطی این وسط، درکی غلطی پیدا شد از فازی که ما درش هستیم، یعنی فاز حمایت و پشتیبانی از مردم ایران و فاز توزیع قدرت. خب این گروه خیلی معلومه به نظرم، یعنی تردید نبود که کارشون به جدایی میکشه. یه روزی با هم وصلت کردن، امروز از هم جدا شد. مثل که شاهزاده رضا پهلوی ارشد گفتن که قطع کردن هم کارشون رو با این گروه، ولی قراره که به جمع گروه های دیگر هم بپیوندن. خانم نازنین بنیادی هم راه خودش انتخاب کرده، یا 3 نفر فقط موندن که با هم همکاری رو ادامه میدن. امیدوارم که این همکاری که ادامه پیدا میکنه دیگه در مسیر درستی باشه، یعنی دیگه این اشتباهات تکرار نشه، چون این اشتباهات و ارتکابش میتونه به جنبش لطمه بزنه. آقای دقیقاً جان میبودی، یک دنیا تشکر، محبت فرمودید، براتون تندرستی آرزو دارم و سپاسگزارم مجددا که دعوت من رو قبول کردید. بهترین ها رو براتون آرزو دارم جناب میبودی. ممنون، تشکر میکنم، خدا نگهدار. بینندگان عزیز، این بود برنامه تاک شو این هفته، ضمن سپاسگزاری از فریبا عزیز، ندا عزیز. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر. روز روزگار بر شما عزیزان خوش.